درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو رشدینو. پس ایمان از شنیدن پدید می آید و کلام ما پیام مسیح است. با مجموعه برنامه های رشدینو همراه ما باشید. در کتاب ارمیا باب 29 آیه 7 می‌خوانیم که خداوند می‌فرماید برای سعادت و خوشبختی شهرهایی که من شما را به آنجا به اسارت فرستاده‌ام بکوشید، برای آنها به نزد من دعا کنید، چون اگر آنها کامیاب باشند شما هم کامیاب خواهید بود. در آیه بالا چند نکته خاص به چشم می‌خورد. یکی این که خداوند شهر و محل سکونت ما را تعیین می‌کند و هر جا که بخواهد ما را به آنجا می‌فرستد و ساکن می‌سازد، و این بدین معناست که باید نه تنها تسلیم اراده خدا باشیم و در آن مکان با شادمانی و رضایت زندگی کنیم، بلکه باید برای خوشبختی و رستگاری آن شهر نیز در حضور خداوند دعا کنیم و برای آن طلب برکت و سعادت نماییم. و در آخر چه زیباست کلام خدا که همیشه وعده زیبا پس از فرامین خود دارد، و آن این است که اگر آنها کامیاب باشند شما هم کامیاب خواهید بود. پس دعای برکت و خیر برای دیگران کردن نه تنها ایشان را رستگار می نماید، بلکه ما را نیز در کامیابی ایشان شریک می سازد و با دعای خیر برای دیگری خیریت را نیز برای خود به دست می آوریم. در اول تیموتائوس باب 2 آیات 1 و 2 نیز پولس به تیموتائوس همین نکته را تأکید می کند که پس قبل از هر چیز تأکید می کنم که درخواست ها، دعاها، شفاعت ها و سپاس برای همه مردم، برای پادشاهان و همه اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد، تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در کمال خدا ترسی و سرافرازی به سر بریم. حال ادامه دلیل اصلی دعای خیر و شفاعت برای همگان را در آیه 3 و 4 می‌خوانیم که زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. این عشق و تمایل خداوند به نجات همگان و عدم نابودی کامل انسانها در کتاب پیدایش باب 9 آیات 11 الی 13 این گونه بیان می شود که من با شما پیمان می بندم که دیگر همه جانداران با هم از طوفان هلاک نخواهند شد و بعد از این دیگر طوفانی که زمین را خراب کند نخواهد بود. نشانه پیمانی که نسل بعد از نسل با شما و همه جانورانی که با شما باشم می‌بندم این است، رنگین کمان را تا به ابد در ابرها قرار می‌دهم تا نشانه آن پیمانی باشد که بین من و جهان بسته شده است. محبت پایدار او را در کتاب خروج باب 20 آیه 6 می‌بینیم. اما من محبت پایدار خود را تا هزاران نسل به کسانی که مرا دوست دارند و احکام مرا به جا می آورند نشان خواهم داد. و خشم و انتقام اندک او را در آیه 5 می خوانیم که انتقام گناه کسانی را که از من متنفرند تا نسل سوم و چهارم از فرزندانشان می گیرم. زیرا خداوند مهربان و رحیم است، دیر غضب می کند و پر از محبت پایدار است. مزامیر باب 145 آیه 8. با مجموعه برنامه های رشدینو همراه ما باشید. رشدینو برنامه ای برای تولدینو. و همچنین در رومیان باب 13 آیه 1 می‌خونیم
همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازه خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب کرده است. و خداوند به ما این رو میگه که ما از قدرتی که خداوند گذاشته در جامعه و در اطرافمون بایستی اطاعت کنیم و براشون بایستی همجور که در ارمیا باب 29 آیه 7 خوندین، در حقیقت ما حتی باید براشون دعا کنیم. و خداوند اینجا به قوم خودش که در اسارت بودن داره این حرف رو میزنه، یعنی اینکه ما شاید مثلا در کشور خودمون باشیم یا در کشوری که در حالت پناهجویی هستیم یا در کشوری که خداوند برای ما مشخص کرده و ما اونجا داریم زندگی میکنیم، بایستی همیشه مطیع باشیم و قوانین اون شهر رو اطاعت بکنیم و اون قوانین در واقع مثل قوانین خداوند هستن. وقتی خداوند به ما میگه که بایستی اطاعت کنیم و مطیع باشیم، همجور که در رساله اول پتروس 2:13 هم میگه به خاطر خداوند مطیع همه قدرت‌های انسانی باشید، خواه پادشاه که بالاتر از همه است. و خداوند چرا این حرف رو میزنه؟ برای اینکه ما اطاعت وقتی که میکنیم انگار که ما ایمان داریم به خداوند، یعنی مطمئن هستیم که خداوند هست که این قدرت رو به این نیروها و به این فرمان روایان و پادشاهان و رهبران داده. و اونها اگر که این قدرت رو نداشتن، خب مسلماً نمیتونستن به ما امر بکنن یا برای ما احکام می رو درست کنن از نظر اجتماعی. و همجور نه تنها بایستی از رهبران و کسانی که سردمدار کشور هستن باید اطاعت کنیم، بلکه بایستی از کسانی که خداوند اونها رو بالاتر از ما قرار میده از نظر اجتماعی، به عنوان صاحب کارمون هستن و رئیسمون هستن، باید ازشون اطاعت کنیم. نه تنها اطاعت بکنیم، بلکه برای اونها دعای خیر هم بکنیم. و همطور که خداوند به ما وعده داده، دعای خیر ما باعث برکت اونها میشه و به تبع این قانون عمل و عکس العمل هست که خداوند خودش در این دنیا گذاشته. وقتی اونها کامیاب باشن و برکت بگیرن، ما هم که زیر دست اونها هستیم یا در اون مکان زندگی میکنیم، کامیاب خواهیم شد. و به همین صورت خداوند توی کلیسا در واقع این قوانین رو گذاشته و در کلیسا هم ما بایستی از شبان خود اطاعت کنیم، برای اینکه اون کسی هست که خداوند اون رو گذاشته اونجا که به ما کلام خداوند رو تعلیم بده و ما بتونیم در خداوند بمونیم. و همچنین بایستی از مشایخ اطاعت کنیم. کلیسا خودش سرش کی هست؟ عیسی مسیح هست. ما وقتی که داریم از شبان اطاعت میکنیم، از مشایخ اطاعت میکنیم، داریم از عیسی مسیح اطاعت میکنیم. همجور که زن از شوهرش اطاعت میکنه که سر او هست، همجور که بچه از والدین خودش اطاعت میکنه، در حقیقت خداوند این سلسله مراتب رو گذاشته برای اینکه او ما رو خلق کرده، برای اینکه او میدونه که باید اینجوری باشه. آیا موقعیتی هست به صورت استثناء که ما پیروی نکنیم و اطاعت نکنیم؟ در حقیقت کلام خداوند فقط یک جا میگه که شما اجازه دارید که اطاعت نکنید، و اون زمانی هست که اون کسی که بالاتر از ما هست و نیروی بالاتر از ما قرار گرفته و ما رو مجبور میکنه که در گناه زندگی کنیم، ما رو مجبور میکنه که از خداوند که بالاتر از همه هست اطاعت نکنیم. براتون مثال میزنم، مثل اینه که فرض کنید یک شخصی، مثلا خانواده رو از خانواده شروع میکنیم، مثلا فرزند از والدین اطاعت میکنه، زن از شوهرش اطاعت میکنه و خانواده در واقع اینها از رئیس شهرشون، شهردار و همجوری سلسله مراتب میره بالا در جامعه. فرض کنید که ما همسر رو مثلا مثال میزنیم، یا زن خانواده شوهر رو مجبور بکنه که بره قانون مملکت رو بشکنه، مثلا بهش بگه که تو برو و مثلا دزدی کن و با اینکه در این جامعه ممنوع هست این کار، برو این کارو بکن. در واقع در این صورت ما میتونیم اطاعت نکنیم. چه کسی قانون جامعه رو گذاشته؟ قانون جامعه رو کسی گذاشته که رئیس این جامعه هست، رئیس این مملکت هست و رهبر یا رئیس جمهور هست.
در واقع او که بالاتر هست از نظر اجتماعی و قدرت رو خداوند بهش داده، قوانینی رو وضع کرده که این جامعه در سلامت زندگی کنه. پس حالا فرض میکنیم که همسر که سر زن هست، درست زن باید از شوهرش اطاعت کنه، ولی شوهر به زنش رو مجبور کنه بگه تو باید مثلا بری دزدی بکنی، یا باید مثلا بری این قانون جامعه رو که وضع شده مثلا از چراغ قرمز رد شو. زن در این صورت میتونه از شوهرش اطاعت نکنه، برای اینکه داره قانونی رو که بالاتر از شوهر هست گذاشته داره میشکندش. همینجوری اگر که رئیس اون مملکت ما رو مجبور بکنه که قوانین خداوند رو باید زیر پا بذاریم، مثلا خداوند رو پرستش نکنید، حق ندارید که دور همدیگه جمع بشید و کلیسا تشکیل بدین، اجازه ندارید که خبر خوش نجات رو به دیگران برسونید، چون که خداوند بالاتر از اون رئیس اون مملکت هست و در واقع این رئیس مملکت داره قانونی رو که خداوند داده رو داره میشکنه، ما میتونیم ازش اطاعت نکنیم. در واقع اون کسی که پایین تر هست از نظر رتبه و درجه ای که خداوند اون رو قرار داده، با اون کسی که قانون گذار هست و بالاتر هست و قانون کسی رو که بالاتر از اون خودش هست رو داره میشکنه، اون شخص پایین تر میتونه بگه که نه، اون کسی که بالاتر از تو هست این قانون رو گذاشته و تو اجازه نداری که اون رو بشکنی. همجور که زن به شوهرش میتونه بگه که تو قانون رئیس مملکت رو که تو باید ازش اطاعت کنی تو نمیتونی بشکنی، و من هم به رئیس مملکت میتونم بگم که شما قانون خدا رو که بالاتر از تو هست و به تو قدرت داده شما نمیتونی بشکنی. خب ممکنه شخص رو به زندان بیندازند، این چه حالتی و میشه؟ خداوند در این صورت میگه نترسید از کسانی که میتونن جسمهای شما رو آزار برسونن یا شما رو در زندان بندازن یا در شرایط سخت قرار بدن، بلکه از کسی بترسید که میتونه هم جسم و هم جان و روح شما رو در دوزخ بیاندازه. پس ما در اینجا بایستی با ایمانمون حرکت کنیم و بر اساس ایمانمون وایسیم و کلام خدا رو نگه داریم. بسیاری از شنونده ها ممکنه بگن حتما شما در جای امنی زندگی میکنید، ولی ما در جای ناامنی هستیم و برای شما این صحبت ها راحت هست. چه مطلبی برای این افراد دارید که در شرایط بسیار سختی هستند؟ درسته، من کاملا قبول دارم که کسانی که در شرایط سخت هستن، این شرایط رو خداوند گفته که من به شما قوت میدم. وقتی شما در شرایط سخت هستین، خداوند به ما قوت میده و میتونیم وایسیم، همونجور که به پولس رسول قوت داد و او وایستاد و تمام زندگی خودش رو در سختی و رنج بود. خداوند ممکنه به صورت موقت به کسی راحتی بده یا آسایش بده، ولی این به این دلیل نیست که او تا ابد در این آسایش دنیایی خواهد بود. ما هممون روزی این جسم خاکی خود رو ترک میکنیم و به ملکوت خداوند و به بهشت میریم، ولی اون چیزی که مهم هست اینه که احکام خدا رو نگه داریم و وایستیم. خداوند میگه که من به اندازه توان شما به شما شرایط سخت و دشوار رو میدم. پس با خداوند میایستیم، دعا میکنیم و برای اون کسانی که در سختی و فشار هستن دعا میکنیم همینجا به نام عیسی مسیح که اونها این شرایط سخت رو بتونن پشت سر بذارن و خداوند رو جلال بدن و خداوند اونها رو بلند خواهد کرد. آمین. و همجوری ما اگر که در این شرایطی که هستیم الان شرایط آسانی هست، از خداوند میخواییم که خداوند همیشه ما رو هوشیار نگه داره، چشمان ما رو باز نگه داره که در این آسایش بتونیم باز خداوند رو جلال بدیم و وابسته و دلبسته به این دنیا نشیم، بلکه تمام دلبستگیمون وابستگیمون به خداوند باشه و تمام آسایش ما در خداوند هست. ما فقط به صورت موقت در این دنیا هستیم و اینجا خانه موقتی ما هست و خانه دائمی ما با خداوند هست که در فردوس او تا ابد با او زندگی خواهیم کرد. خدا رو شکر و آمین. پس در اینجا دعا میکنیم که همه ما بتونیم در رابطه خود با کسانی که خداوند ما رو در اون رابطه قرار میده و خداوند اجازه میده که ما
بایستی تحت فرمان یک حکومت، دولت یا یک اداره‌ای باشیم یا یک خانواده‌ای رو خداوند سرش رو مشخص میکنه که این شخص باشه. دعا میکنیم برای اون خانواده‌هایی که کلام خدا رو اگر نگه نمیدارن، اگر که اون شهر و اون مملکت و اون سر اون خانواده کلام خدا رو نگه نمیداره، دعا میکنیم که خداوند اونها رو عوض کنه، خداوند اونها رو تغییر بده. و همچنین دعا میکنیم برای اون کسانی که در زیر دست هستن که اونها هم بتونن با کلام خداوند در حقیقت زندگی کنن و اگر که اونهایی که بالا سر هستن کلام خدا رو میشکنن، اونها نشکنن و اونها بیستن با خداوند و خداوند اونها رو از اون شرایط سخت بیرون خواهد آورد. آمین. و حتی ممکنه که خداوند باعث تغییر اون دولتها، اون همسر یا اون خانواده بشه، یا اینکه خداوند شرایط رو ایجاد میکنه که شما عزیزان از اون شرایط دشوار بیرون بیایید، همجور که خداوند قوم خودش رو از مصر بیرون آورد. فرعون 10 بلا برش اومد که قوم اسرائیل رو آزاد کنه، ولی او این کار رو نکرد و خداوند در آخر اونها رو هلاک کرد. پس اونهایی هم که کلام خدا رو میشکنن و بر دیگران جفا میکنن، بایستی چشماشون رو باز کنن و هوشیار باشن که خداوند همه قوت و قدرت هست و هیچ وقت نمیتونن به اسم خدا بر دیگران جفا کنن، به اسم خدا دیگران رو تحت فشار قرار بدن، بلکه به اسم خداوند ما باید محبت کنیم، ما باید به هم نیکویی بکنیم و این چیزی هست که خداوند به ما تعلیم میده. پس عزیزان با ما در تماس باشید از طریق ایمیل برنامه roshino@ymail.com و سایت roshino.org و همچنین صفحه فیسبوک roshino ما رو اد کنید و پیغام های خود رو برای ما بذارین و در صفحه یوتیوب میتونید ما رو دنبال کنید و پیغام های خوب خود رو برای ما بذارید. همه شما عزیزان رو در اینجا به خداوند میسپاریم و آرزوی شادکامی و اوقاتی خوب با خداوند رو براتون داریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما roshdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روزه تا آخر زمان با ماست. نور و نجات.
با ما از طریق وبسایت برنامه rushdino.org و همچنین ایمیل برنامه rushdino@ymail.com در تماس باشید و در صفحه فیسبوک رشدینو ما را دنبال کنید و نیز می توانید از طریق یوتیوب برنامه های ما را ببینید و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بگذارید. بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم. متی 28:20.